به عنوان مطلب آخر بحث رو مطرح بکنیم در خصوص یکی از روش‌های ذهنی منحصر به فرد به نام مدیتیشن یا مراقبه. من اول یه ذره رو بحث مراقبه صحبت بکنم، البته نمیخوام فلسفه مراقبه رو بگم چون بحث طولانی میطلبه، اما در یکی دو تا جمله، در چند جمله بد نیست یه بار مراقبه رو درست بشناسیم. عرفا و بزرگان معتقدن که مراقبه در هر امری، در هر عملی قابلیت تحقق خواهد داشت. یعنی من به عنوان انسان در هر کاری که انجام میدهم میتوانم مراقبه رو روی اون کار شکل بدم و کاری بکنم که مراقبه واقع بشود. اما مراقبه اصلا چی هست؟ هدفش چیه؟ به دنبال چی میگرده؟ مراقبه اصلی ترین هدفش اینه میخواد اوج تمرکز ذهنی رو ایجاد بکنه بر امری، بر کاری، بر عملی. اصلی ترین کاری که داره انجام میده. و از اون مهمتر اینه، مراقبه به دنبال اینه که آدمه، موجوده، انسانه با وجودش با خودش منطبق بشه در یک زمانی، در یک لحظاتی. و از تعلقات و از اون چیزهایی که دائم در طول شبانه روز وابسته به اونهاست در لحظاتی، در زمانی کوتاه هم که شده جدا بشه، یعنی مستقل بر خود بتواند عمل کند، فکر کند و حالا استراحت کند، سهل کاری کند. برای اینکه این ایجاد بشه، مثلا شما دیدید تو فرهنگ دینی ما، فرهنگ دینی اسلامی ما، خیلی از بزرگان میگن آقا مثلا نماز بهترین مراقبه است. آره، نماز میتواند بهترین مراقبه برای یک مسلمان باشد، اما به شرط آن که این چیزهایی که ما گفتیم درش اتفاق بیفته. مثلا شما خیلی از علما رو که نگاه میکنید، اینا برای نماز خواندن میبینید تشریفاتی دارند، لباس مخصوصی دارند برای اصلا نماز خواندن، قبلش مثلا دعاهایی میخونن، بعدش همینطور. ببین، یعنی وقتی صرف این قضیه دارند میکنند با همین نگاهه، یعنی نمازه کاملا بتواند اون رو از نمازی که داره میخونه، اون رو از اون چیزی که دائم پابنده یا متعلق به اونهاست یا درگیره یا وابسته است جدا بکنه، با وجودش، ذهنش با وجودش منطبق بشه و در نهایت به اوج تمرکز برای انجام اون کار مثل همون انجام نماز برسه. پس ما معتقدیم که در هر عملی، حتی در آشپزی کردن، حتی در کار کردن عادی خودمون، میتوانیم این مراقبه رو در لحظاتی، در دقایقی داشته باشیم. اما اون مراقبه‌ای که من میخوام اینجا در مورد حرف بزنم یکی از مراقبه‌های تنفسی است که تنفس خیلی نقش جدی داره در انجام این مراقبه. ساده ترین روش مراقبه است و اما مؤثرترینش برای همین بحث غلبه بر اضطراب که میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی از روشایی که من گفتم در لحظه جواب میدند تا به امروز، روش‌های مختلف جسمی، تنفسی، ذهنی، اما این روش روشی است که در دراز مدت میتونه به همه ما کمک بکنه و میتونه ما رو تبدیل به انسان‌های آرامی بکنه، تبدیل به افرادی بکنه که دیگه این حملات استرابی یا حراس یا ترس‌ها خیلی بر ما مؤثر واقع نشن و ما بتونیم با آرامش و متانت و طمأنینه بیشتری با اونها روبرو بشیم و برخورد بکنیم. شاید همه ما به نوعی یا بیشتر ما برای اینکه به خواب بریم زمانی رو میطلبه که این زمان سپری بشه تا خواب به سراغمون بیاد و به خواب بریم. حالا بعضی ها مدل قدیمی ها میخوابن دیگه، سر رو میذارن میرن. اما مهم اینجاست که این زمان قبل از خواب که زمان کوتاهی هم از 5 دقیقه 10 دقیقه رو بنده با مراقبهی که انجام میدم بعدش به خواب برم. اگر این کار انجام بدم میتواند تأثیرات بسیار شگرفی داشته باشه. کار بسیار ساده است. بنده در بستر دراز کشیدم، خودم رو کاملا پهن زمین میکنم و به گونه‌ای دراز میکشم که چشمم به سمت سقف باشه، به قول قدیمی ها طاق باز. کاملا خودم رو پهن زمین میکنم، فشار نمیارم خودم به زمین، عضلاتم منقبض نمیکنم، راحت. دست‌ها رو در کنارها رها میکنم، چشمانم رو میبندم، شروع میکنم تنفس عمیق رو انجام میدم، نفس‌های عمیق میکشم. منطور اینجا نفس‌های عمیق نه به اون شکل قبلی ها که آرام میکشیدی که کسی نفهمه، اتفاقا اینجا باید نفس عمیق رو با سر و صدا انجام بدی که ذهنت غرق در اون سر و صدای تنفست بشه. نفس عمیق هم که گفتیم از راه بینی هوا وارد ششها و بعد از دهان
خارج میشه. پس با سر و صدا، یعنی شروع میکنیم این کار رو بدون اینکه عجله‌ای بکنیم انجام میدیم. حداقل 10 بار این عمل رو انجام میدیم، یعنی 10 بار نفس عمیق میکشیم، دم، هوا رو زیر نگه میداریم و بعد بازدم. خود این هیاهوی نفسه اون سرسده که رو میزه ذهن ما رو غرق خودش میکنه. دوم اتفاقی که میفته اینه که در این لحظه اکسیژن بسیار زیادی به ما میرسه و باعث یک سرخوشی در ما میشه اصلا به خودی خود و یک آرامشی در ما ایجاد میکنه. موقعی که حداقل 10 بار نفس عمیق کشیدید چشتون هم بسته است، حالا نفس رو به حالت عادی برگردونید. اما حالا تو که نفس میکشید دیگه نیازی نیست نفس عمیق بکشید. موقعی که در این حالت قرار گرفتیم، یعنی نفسمون به حالت عادی برگشت، از ذهنمون میخوایم که فرمان بده به انداممون که بدن ما رو شل بکنه، یعنی اندام شل بشن، رها بشن. اینجا ریلکسیشن اتفاق میفته. اندام من باید شل بشن، عضلات من باید کاملا رها و آزاد بشن. برای اینکه این کار بهتر انجام بشه، بد نیست در حقیقت اندام رو تقسیم بکنید. مثلا اول پاها رو، بعد تنه رو، بعد دست ها رو، بعد گردن رو، بعد سر و صورت رو دونه بدونه شل بکنید که این اتفاق بیشتر محسوس بشه. اما میتونید به یک بار هم این فرمان رو صادر بکنید و بدنتون شل بشه و واقعا شل میشه. امکان داره در شبای اول بدنتون مقاومت کنه، اندامتون مقاومت کنه با این فرمان. یعنی حالا تو دستور دادی ولی داره به اجبار این کار رو میکنه یا حتی اذیت بکنه شما رو. اما خیلی جدی نگیرید، یواش یواش این اتفاق میفته، یعنی کاملا شل میشه. درست شد. موقعی که شل شد اندام شما ها، یک احساسی تو اندامتون ایجاد میشه که قدیمی بهش گفتن مورمور شدن، اصطلاحا گزگز شدن یا سوزن سوزن شدن. تو اندام تو بدن اتفاق میفته، تو سر، صورت، پاها، دست ها، چشتون هم بسته است. اینجا حالا زمانی است که باید شروع بکنی تصورات لذت بخش برای خود ایجاد بکنی. یعنی ببینی داری در جایی سخنرانی میکنی، حرف میزنی برای دیگران، درس داری میدی، سمیناری برگزار میکنی، اصلا داری ارتباط با دیگران برقرار میکنی. چقدر زیبا، اثر بخش، قدرتمندانه، متنفذ، تأثیرگذار، با کلمات فصیح و شیوا و رسا، با صدای بسیار تأثیرگذار داری این کار رو انجام میدی و حرف میزنی و دیگران مات و مبهوت و متحیر تو شدن از این که دارن چنین فردی رو میبینن که صاحب سخن بسیار زیبا و تأثیرگذاریست. اینو تو ذهنتون ببینید، شروع به دیدن. ذهنتون یواش یواش این رو میبینه، در شما یک احساس بسیار زیبایی تولید میشه. حتی خیلی از دوستان میگن آقا ما ناخودآگاه موقعی که تو اون حالت هستیم خیلی موقع لبخند میزنیم. مثلا یکی از مثلا برادرم، نمیدونم خواهرم، همسرم منو دیده میگه چرا تو خواب داری میخندی؟ یعنی این احساس انقدر خوشاینده که این اتفاق برات میفته. لحظات این تصاویر رو ببین تو ذهنت، باهاش لذت ببر، ارتباط برقرار بکن و اینجا اتفاقا اونجا اوج تمرکزه. یعنی لحظه‌ای که ذهن دیگه حالا این مجازه رو دیگه 100% واقعیت میبینه و فرض خواهد کرد و میپذیرتش. موقعی که حالا دیگه هر وقت خواستی، هر وقت دوست داشتی، تا جایی که تمایل داشتی کار انجام بده، وقت نخواستی نه. حالا از ذهنت بخوای که دیگه فرمان بده بدنت بیدار بشه. موقعی که این فرمان صادر میشه، یواش یواش اندام دوباره منقبض میشن، پاهاتو یواش یواش تکون بده، دستا رو تکون بده، چشمتو باز کن، از اون حالت بیا بیرون به آرامی. عجله نکن، برای از اون حالت بیرون اومدن اصلا عجله نکن. به آرامی از اون حالت بیا بیرون و بعد وقتی چشمتو باز کردی و کاملا بیدار شدی، حالا اگر دوست داشتی بگیر بخواب. قطعا خواب اون شب و خواب شبهایی که این کار انجام میدی خواب بسیار عمیق و راحتی خواهد بود و فردا این روز انرژی بیشتری خواهی داشت نسبت به روزهای قبل و در دراز مدت میتواند تأثیری بود بگذارد بر همه ما که ما دیگه نسبت به حملات ترس، استراب، وحشت و اتفاقاتی که میفته اونقدر دیگه ضعیف نباشیم و برخورد مناسبی با اینجور پدیده ها داشته باشیم. کار ساده ای هم است واقعا. هر شب میگم 5 دقیقه، 3 دقیقه، 2 دقیقه، 10 دقیقه. واقعا یه بار بزرگی را دوش خیلی از ماها برخواهد داشت و مشکل بزرگی را حل خواهد.